فقط یک هفته تا کیش مونده، یک هفته. سلام بچه ها، چطورین؟ من که حالم عالیه. امروز پنجشنبه است و هوا رو که میبینین خیلی خوبه. این هفته به همه کارام رسیدم و آخرین هفته چالشه، تموم شده چالش دیگه. هفته دیگه خیلی تمرین نداریم، تمرین همون سبکتره. و اینکه من هفته دیگه این موقع کیشم. امروز یعنی مثلا تا یه ساعت دیگه داریم با خانواده میریم سمت رامسر. من صبح بلند شدم، یکی دوتا جلسه داشتم این هفته که گذاشتم، میگم خیلی به کارم رسیدم، همیچی خیلی عالی بود. فردا با یه 10 کیلومتر بزنم. به طور کلی همین. دیروزم رفتم یکم خرید کردم، یکم بافت و اینجور چیزا خریدم، ولی هوا مثل این که اصلا قرار نیست سرد بشه. یعنی من منتظرم که یکم سرد بشه بتونم تیپ تابستونی تیپ زمستونی بزنم. حالا دیروزم من بافت پوشیده دادم رفتم خرید، بعد هوا اوکی بود. من میدیدیم مثلا یکی با تیشرت و مثلا مانتو تابستونی بیرونه، ولی من سرماییم، یعنی با اون نمیتونستم برم بیرون، ولی با بافتم یکم گرمم شده بود. حالا احتمالاً چیزایی که دیروز خریدم رو تو این سفر بپوشم، بعدم بهتون نشون میدم. ولی یکیش این کفش هست الان اینجوری بغلمه. واقعا یه دونه کتونی میخواستم که بتونی تو استایل روزمره بپوشی. از چرم مشهد گرفتم رفتم تو، بهشون گفتم که کفشاتون تا چه سایزی داره؟ گفت 40. گفتم ها، سایز من نمیشه، من 42 ام. بعد همینجوری گفتم که مثلا بیاره من بپوشم زایشه، که من زایش شدم. من ضد آفتاب با دست میزنم، چون فکر میکنم اگه با ازینا بزنم مثلا اون موادش جذب ازینا میشه. خیلی کار سختیه با دست زدن. یه ضد آفتاب بیرنگ باید این هفته بخرم، چون میخوام مثلا تو کیش موقع مسابقه باید ضد آفتاب بزنم و نمیخوام ضد آفتاب رنگی بزنم. دقیقا یک ماه شده از وقتی که رژیم گرفتم و حدود 2 کیلو خوردهی کم کردم. لباسام ولی قشنگ برام یه سایز بزرگ شدن. دیروز رفتم یه شلوار خریدم، اول 44 پوشیدم، بعد خانم گفتم اصلا خانم 42 شو بده، بعد دیگه یه شلوار 42 گرفتم اومدم بیرون. امروز داشتم فکر میکردم خیلی خوشحال میشم اگه همه شلوارامو بندازم دور. یعنی ناراحت میشم، ولی از یه طرفی هم خوشحال میشم که دیگه اصلا سایزم نباشن. هفته دیگه اولا تمرینامون خیلی سبک میشه. فکر کنم 2 جلسه خیلی ملو تمرین کنیم. من یه کوچولو یه آسیب ریزی تو آشیل پام دیدم که خیلی نگرانم کرده، ولی اوکی شد. مثلا امروز خیلی دردش کمتر بود. خیلی سخت دهنمو ببندم من این پایینو. نمیخوام ببندم. من آمادم. حالا مامانم سالونه، بعد اونم کارش تموم بشه، بعد دیگه بیاد و حرکت کنیم. دیر شد، ساعت الان 11 ما کی میخوایم برسیم؟ 3 ساعت تا اونجا راهه، 2-3 ساعت. هلو، ساعت 20:01 و ما تازه راه افتادیم، چون که این خانم سر کار بودن و کارشون طول کشید. از خوبی های این که مامانت آرشگاه داشته باشه اینه که همه خدمات آرشگری رایگانه. نمیتونم بگم هر وقت دلت بخواد میتونی بری آرشگاه، چون که هیچ وقت هر وقت نیست، یعنی همیشه سرش برای من شلوغه. از بدیاش اینه که این خانم های زحمتکش همیشه آخر هفته ها سر کارن. آره خیلی بده. و تعطیلات، عید اینا. کمرم درد میکنه. خسته نباش. بابا رفته که یکم خرت و پرت بگیره که تو را بخوریم. داداشم اینا دیگه اینقدر آماده بودن و حوصله‌شون سر رفته بود، زودتر حرکت کردند. ما داریم میریم الان دیگه. بریم ببینیم چی میشه. فقط هوا اینقدر گرمه. منم دیگه این آوتفیت رو انتخاب کردم. زیرش دارم عرق میکنم. ولی چیکار کنم؟ نمیدونستم دیگه چی بپوشم. و احتمال میدم که بریم بالای کوه، اونجا سرد باشه. لاهیجان رستوران آقای کباب، غذاش خوشمزه بود، باحال بود، قیمتش هم خیلی خوب بود. رسیدیم چابک سر.
این پلیس ها این چابش داره. مامانم میخواد یه چیزی تعریف کنه در مورد یه خاطره خیلی بد ازشون داره. آه اینکه شهره رو قطع کن صداش میافته. خیلی بچه بودم اومده بودیم اینجا با بابا مینا میرفتیم رامسر یا آشنا داشتیم توی کاخ شاه بود. آره تعریف کرده بودیم آره. اونجا کار میکرد اونجا کارگزاری اونجا کارشون انجام میداد. میرفتیم اونجا ما زیاد میرفتیم. یه جمعه که اومده بودیم همین پلیسرای چابک زد ما رو نگه داشت. از داداشم گواهی نامه خواست. داداشم گواهی نامه همراهش نبود. هر کاری که کردیم که باید بری گواهی نامه بیاری. چغده ای بود. آره اون روبروی ویلایی بود که ویلاش حالت خونه سرایداری داشت دیگه. اون سرایداری برام در باز کرد. الان ما با صدا بچه کوچیک رفتیم اونجا اتراق کردیم تو حیاطش. خیلی هم ویلاش خوشگل بود. داداشم ماشین گرفت رفت سومسرا. دوباره دو سه ساعت طول کشید. گواهی نامه‌شو برداشت. آره گواهی نامه‌شو برداشت. اومد دوباره اینجا به این مرد نشون داد. مرد اجازه داد ما بریم. یعنی 4 ساعت این پروسه طول کشید. یعنی اگه مثلا عصر حالا سیستمیه دیگه طرف مثلا اصلا به هیچ وجه بخی خیلی احمقانه بود. شما با بچه و خانواده بودین مثلا چرا میخواد همین دیگه جوون نبوده که تو مثلا خیلی عزیزه. اگه اون مثلا اون ویلای نبود ما خیلی برامون سخت بود. یه ویلای بزرگ خوشگل به طرف تلکابی تلکابین رامسر گرم نمیشه. آقای شما ما اونجا شام خوردیم اینا اومدیم اینجا. آقای شما من نمیدونم چی تو جوک فوق داشتیم تعریف میکردیم خنده خنده یا همه همه رو بدشته حتی که خنده بودیم که 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 چه بودم به بیزر بگو آقا چه خنده بودیم وای ما رو مگه خنده ایدو. حالا واقعا هیچی نزده بودین یا طبیعی داشتیم میخندیدیم؟ من روزنامه رو گذاشته بودم بقل هم اومدم پایین عدای عادی سبیه رو در بیارم یه تو مو به این وقت روزنامه رو بگیره. من فکر کردم مثلا اومده بابا عقب رفتم پلا دیدی چه حالی میده؟ اشکال نداره یک ماه رژیم گرفتم خیلی سمه. آقا سلام خوب هستی؟ سلام هستی فقط چای آتیشی رو ببین. حیف که دیر رسیدیم. کاش می‌تونستیم غروب رو اینجا ببینیم. چای زوالی یا هیزومی؟ عالی. چای هیزومی. چای آتیشی. اون تبلیغاته بود. این گلدونه چقدر بامزه است. این پایین درخت های پرتقال داره و باغ چایی. خب بچه ها بیاید یکم در مورد ویلا بهتون بگم. تا همه بیرون نشستن و اینجا هنوز تره تمیزه قشنگ بهتون نشون بدم. ما این ویلا رو از سایت جاجیگا رزرو کردیم. من کد این اقامتگارم میذارم تو کپشن. یه اتاق خواب اینجا داره و یه سرویس و حموم به این شکل. بعد دوتا اتاقم بالا داره. من این قسمت راپلش خیلی دوست دارم. حس گرم و نرمی با آدم میده. میز بیلیاردم داره که داداشم خیلی تاکید داشت اگه هر جمعه میز بیلیارد داشته باشه و میز تخت نرد و شطرنج. ویوی چیزشو که الان نمیتونیم ببینیم ولی ویو اینجا همه کوبه. ولی خب برای شب نشینی هم ماشالله چی گرمی گرفتن. برای شب نشینی بالکن پایینش خیلی بزرگتره که مثلا بشینی و حرف بزنی و چیزای دیگه بزنی. این
دستره، اینجا حموم و دستشویی داره و به این صورت اینجا هم یه اتاق دیگه است. یه دورم از این ور بهتون نشون بدم. مسیرش هم با ماشین خوب بود، یه کوچولو سربالایی داشت ولی ما راحت اومدیم. خیلی هم نزدیک رامسر است. خوبی رامسر هم اینه دیگه، 10 دقیقه‌ای میرسی به یه جای، یک ارتفاع ساکت و خوشگل. باش اینجا می نشستیم شب نشینی. سرده. نه بابا چی سرده، لباس گرم بپوشی و چیزای گرم کننده بخور. برای من که فعلا کنسل تا کیش. قبول یادم رفته آرش پاکن بیارم، فوم صدف رو گرفتم که صورت همو بشوره. بیارم بچه، بیار قاضی بزنیم تو رک. خب من آماده شدم که بریم بیرون. این هم آیتمایی که دیروز خریدم، این بافته و شلوار سلبون گرفتم، این کتونی هم از چرمشت گرفتم، این کیفم که از چیزه منگوه. بعد امیرم داره سعی میکنه آریو رو سرگرم کنه تا بتونه ازش توپای بیلیارد رو بگیره و بریم بیرون. و همین، اینم که تینت زدم. خیلی اینجا خوشگله، من با اینجا ست شدم. زنگ زدی یا من زنگ بزنم؟ جواب نداد، زنگ زدم. اومدیم یه جا ساحل خلج. بخیر. ما اومدیم پشت این ویلا. الان بذاریم این ویلا اینجاست. خب از توی همه حیاتش اومدیم این پشت و واقعا خوشگل، کلی عکسای قشنگ گرفتیم. من میخواستم صبح براتون ویدیو بگیرم که یه آقای اومده بود داشت اینجا چیز میکرد، در علفای اطراف رو میزد، دیگه نشد. میخواستم قبل از اینکه صبحونه بخورم میخواستم بهتون بگم که بذار اینو پاک کنم، بارون اومده لنزم خیس شده. میخواستم بگم که من صبح قرار بود برم بدوم، یعنی لباس و اینجور چیزا هم به خودم آورده بودم. دویی که قرار بود داشته باشم اینجوری بودش که باید مثلا شبیه ساز، شرایطش تماما شبیه ساز مسابقه می بود که اینجا اصلا نبود. مثلا مسیر واسم جدید بود، ساعت خوابم، غذایی که خورده بودم و اینا. دیگه به مربیم گفتم که اوکی من یک شنبه برم، گفت آره اشکالی نداره میتونی یک شنبه بری. دیگه اینجا هم من واقعا دوستشم برم تو رامسر بدوم، یعنی حتی مثلا یه 5 کیلومتر اینا، ولی با صبح زود خودم ماشین رو درمی آوردم از این یه تیکه کوچه بیرون که یکم ترسیدم. اگه ماشین خودم بود اوکی بود، ولی گفتم الان میزنم، چون اینجوری شیب میپ داره، گفتم الان میزنم ماشین ماما اینا رو یه کارش میکنم، بعدا خاطره بد میمونه. دیگه نرفتم. اینم از این. آها البته به اینم فکر کردم که اگر برم بودوام بیام خیلی خسته میشم. و خب من اومده بودم اینجا که مثلا عکس و فیلم و تولید محتوا هم بکنم و بعد دیگه نمیتونستم، با اون خستگی انرژی نداشتم که بیام اینجا با حوصله مثلا تولید محتوا کنم.
دیگه اینجوری شد که متانت جون گفت تفریح تفریح، ورزش ورزش، کار کار، همه چی سر جای خودش. خیلی خوبه. ما اومدیم موزه، نمیدونم اسمش چیه، فکر کنم موزه شهدا ایران سر نوشته، ولی همینجوری که کاخ و باغ و اینجور چیزا داره به این شکل. وای چقدر قشنگه. من چرا تا حالا این همه رامسر اومدم اینجا نیومدم؟ همینجوری کیف میده واسه خودت قدم بزنی در این باغ ها. پرتقال ها و نارنج ها. This fish is Volga. What is this fish? This is Volga fish. It's from the Caspian Sea. Originally just living in the Caspian Sea. Okay, just living the Caspian Sea. Just living fish, especially. This is the caviar. Caviar is from this fish. Oh. Yes. Delicious caviar. It's the most expensive fish in the world. I tasted caviar when I was visiting France. Yes. No France, no. Just no. From the Anzali port. No, it was from the Anzali port. The Pahlavi port. The Pahlavi port. The last king of the Iran. So this, the last king of Iran owned this fish. Yes, yes. This is for Farah. This is for Reza. Yes. نه همه قدمتشون بیشتر از 100 ساله. اینجا نوشته توضیح جان این فرشه 89 دو نیم متر فرشه دست بافتن. دو نیم متر؟ 82 نیم متر مساحت. محل فرمان روایی بوده. بعدشتم تو برو امیر، همه آب ریختی نیفتی رو آریو. چی کندی ببینم؟ چی میدونم ببینم. پرتقاله تو نارنج. دلم تنگه پرتقاله من. ببینم بکن. گل پره. خوشحالی شد. خوشبوه. ما دیگه تصمیم گرفتیم که امشب بریم، به خاطر اینکه هممون فردا کلی کار رو داریم و مامانم یه کوچولو سرما خورده و عملا مثلا خیلی انرژی نداره که بیاد با همون بگرده و اینا. بر همین دیگه اینجا یکم بیلیارد و اینا بازی کردیم. نهارم که قرار بود بریم سمت چابکسر، اول بریم مثلا خاور خانم و اینا بخوریم. اه چه خاموش شد؟ کی خاموش کرد؟ صدف من اینجا صدف. ولی بعد دیگه همچون هوا خیلی بارونی بود دیگه تصمیم گرفتیم که خب بریم همین رامسر رو بگردیم و آخر سر اکبر جوجه گرفتیم اومدیم خونه خوردیم. به طور کلی خیلی خوش گذشت بهم. یه استراتی کردم، به خصوص خوشحالم که ندویدم. دیگه از فردا میافتم تو هول هولکی های آماده شدن برای سفر. همین بریم دیگه خداحافظی کنیم از این صدای قشنگ. خوبیه اینجا میدونین چی بود؟ مثلا 10 دقیقه میرسیدی به شهر و بعد 10 دقیقه میومدی الان که چی معلوم نیست، ولی تو همچین طبیعتی. فعلا خداحافظ.